موعد این شوشما است. شوشما چند ماه پیش به استرالیا آمده است. او به هوای خشک زمستان عادت دارد. هوا در استرالیا بعضی مواقع شرجی و بادی است و او به این هوا عادت ندارد و مریض می شود. او تصمیم گرفت به دیدن دکتر برود. او به درمانگاه نزدیک منزل خودشان رفت. او به درمانگاه رفت و وقت ویزیت از دکتر خواست. منشی درمانگاه از او پرسید که آیا وقت قبلی برای ویزیت گرفته است؟ او نمی دانست که منشی درباره چه چیزی حرف می زند. در مملکت خودش او به درمانگاه می رود و منتظر می ماند که دکتر او را صدا بزند و او را ویزیت کند. او با ناراحتی از درمانگاه بیرون می رود در صورتی که نمی دانست چه کار کند. روز بعد خواهر سوشما به اسم دنوکا به دیدن او آمد. دنوکا 2 سال است که در استرالیا زندگی می کند. او هر چیزی را که در مورد رفتن به درمانگاه رخ داده بود را برای خواهر خود توضیح داد. دنوکا به خواهرش گفت که در استرالیا رسم نیست که هر وقت خواستی به درمانگاه بروی و درخواست دیدار از دکتر را بخواهی. دنوکا خواهر سوشما به او گفت که هر وقت خواستی به دکتر بروی باید وقت قبلی را گرفته باشی. سپس دنوکا به درمانگاه زنگ زد و وقت برای دیدار دکتر از درمانگاه گرفت. او به منشی گفت که سوشما احتیاج به مترجم دارد. سوشما باید کارت بیمه و تخفیفات اجتماعی را با خود می برد. درمانگاهی که او می رود دولتی است. این به این معناست که او احتیاج به پرداخت هیچ گونه وچی در قبال دیدار دکتر ندارد، ولی باید کارت بیمه را به همراه داشته باشد. او 10 دقیقه قبل از وقت ویزیت از دکتر به درمانگاه رفت و آمدن خودش را به منشی درمانگاه گزارش داد. مترجمی که سوشما درخواست کرده بود به درمانگاه آمده بود و به او کمک کرد که فرم‌های لازم را پر کند. درمانگاه شلوغ است و او باید مدتی صبر کند تا نوبت او به دیدار دکتر شود. در درمانگاه ها به دکترها پزشک عمومی می گویند. برای دیدار از پزشک عمومی همیشه وقت قبلی بگیرید و اگر احتیاج به مترجم دارید درخواست مترجم نمایید. وقتی که به دیدار پزشک عمومی می روید، همیشه کارت بیمه و تخفیفات عمومی را با خود ببرید. بهتر است که با درمانگاه دولتی وقت بگیرید. در درمانگاه دولتی شما احتیاجی به پرداخت هیچ گونه وچی در مقابل دیدار از دکتر ندارید. در هنگام وقت گرفتن برای دیدار از پزشک عمومی، اگر تمایل به دیدار دکتر مرد ندارید، می توانید تقاضا از پزشک زن داشته باشید. بعضی از دکترها از شما برای وقت دیدار از دکتر وچی دریافت می کنند. شما می توانید مقداری از آن وچ را از اداره بیمه پس بگیرید. اگر سوالی دارید یا احتیاج به کمکی دارید، با مرکز بهداشت محلی خود تماس بگیرید. برای تماس با اورژانس لطفاً با 330 تماس بگیرید. اگر احتیاج به مترجم دارید، تقاضای مترجم مورد نیاز بنمایید. مرکز بهداشت عمومی. راشمی تازه به استرالیا وارد شده است. هماهنگ کننده محل سکونتش او را به پرستار بهداشت پناهنده ها در مرکز بهداشت عمومی فرستاد. مرکز بهداشت عمومی خدماتی است که سرویس های بهداشتی گوناگونی دارد. راشمی توانست با پرستار بهداشت پناهنده ها درباره خیلی مسائل بهداشتی از جمله زخم انگشت پا و درد دندانش صحبت کند. پرستار با مرکز دندان پزشکی در مرکز بهداشت عمومی صحبت می کند و پذیرش نام او را در لیست انتظار قرار می دهد. پرستار یک وقت برای او می گیرد که به متخصص پا برود. متخصص پا شخصی است که تخصصش کار کردن روی پا است. پرستار از راشمی می پرسد که آیا او راحت می تواند ببیند، زیرا او چشمهایش را می فشارد. پرستار تصمیم می گیرد که یک وقت برای آزمایش چشم برایش بگیرد. پرستار همچنین یک وقت برای راشمی می گیرد تا آزمایش چشم در مرکز آزمایش چشم محلیش به صورت رایگان انجام دهد. پرستار یک کاغذ با تمامی وقتها و تاریخشان به راشمی می دهد و از او می خواهد تا کارت بهداشتی و کارت درمانیش را با خود ببرد. پرستار بهداشت پناهنده ها از راشمی می پرسد که آیا او مشکل بهداشتی دیگری دارد
راشمی میگوید بله. بنابراین پرستار وقتی تعیین میکند که راشمی را در خانه اش ببیند. مرکز بهداشت عمومی جایی است که خیلی از خدمات بهداشتی مانند مراقبت از پا، فیزیوتراپی و دندانپزشکی، شنوایی سنجی، برنامه‌های تمرین بدنی و خدمات پزشکی عمومی، پرستارهای بهداشت عمومی و بهداشت روحی و مشورت را فراهم می‌کند. بیشترین شورای شهرها مرکز بهداشت عمومی دارند. بعضی از خدمات در مرکز بهداشت عمومی یک پرداخت جزئی می‌خواهند. به غیر از این بیشترین خدمات مجانی هستند. اگر کارت بهداشتی و کارت درمانی داشته باشید. اگر سوالی دارید و یا به کمک درباره مسائل سلامتیتان احتیاج دارید، به مرکز بهداشت عمومی محلتان و یا مطب پزشک تماس بگیرید. در هنگام اضطراری لطفاً به آمبولانس به شماره 30 تلفن کنید. اگر احتیاج دارید مترجم بخواهید. تماس اضطراری و ضروری. ایشان عبدل است با فرزندانش لیلا و عبدی. عبدل باغبانی می کند در حالی که فرزندانش فوتبال بازی می کند. ناگهان صدای عبدی را می شنود که از درد فریاد می کشد. او به طرف پسرش می دود که دراز کشیده است روی زمین و پایش را از درد شدید گرفته است. او تلاش می کند که تکانش دهد ولی باعث می شود که دردش بیشتر شود. سپس تصمیم می گیرد به آمبولانس زنگ بزند. او شماره 30 را می گیرد و منتظر می ماند که اپراتور جواب دهد. اپراتور از او می پرسد که آیا او آتش نشانی، آمبولانس یا پلیس می خواهد. او به اپراتور می گوید که او آمبولانس و یک مترجم فارسی زبان می خواهد. هنگامی که مترجم پشت خط است، از او درباره حادثه و آدرس او می‌پرسد و از او می‌خواهد که پسرش را گرم و راحت نگه دارد و او را تکان ندهد. آمبولانس در عرض 15 دقیقه حاضر می‌شود و دو امدادگر از عبدی مراقبت می‌کنند و او را همراه عبدل به بیمارستان می‌برند. در بیمارستان او به بخش اورژانس برده می شود و پرستار از عبدل درباره همه جزئیات عبدی و مدیکر و هلت کیر کارت نامبر از او می پرسد. عبدی برای عکس برداری با اشعه ایکس برده می شود و توسط دکتر معاینه می شود. در مواقع ضروری و اورژانس شماره 30 را بگیرید و بگویید آتش، آمبولانس یا پلیس. آرامش خود را حفظ کنید و توضیح دهید که چه اتفاقی افتاده است و آدرس خود را بدهید. اگر موقعیت جدی است، اپراتور به شما خواهد گفت که چه کار کنید. بعضی وقتها ممکن است که شما روی خط بمانید تا زمانی که آمبولانس میرسد. اگر شما هلت کیر کارت نداشته باشید، باید هزینه آمبولانس را پرداخت کنید. اگر در استرالیا هلت کیر کارت ندارید، به شما پیشنهاد می شود که عضویت آمبولانس داشته باشید. اگر سوالی دارید و یا به کمک درباره مسائل سلامتیتان احتیاج دارید، به مرکز بهداشت عمومی محلتان و یا مطب پزشکی تماس بگیرید. در هنگام اضطراری لطفاً به آمبولانس به شماره 30 زنگ بزنید. اگر احتیاج دارید مترجم بخواهید. گرفتن دارو با ارائه نسخه پزشک در داروخانه. رامز گلودرد شدیدی دارد. او به داروخانه می رود تا با دکتر داروساز حرف بزند. داروساز به او مسکن و داروی گلودرد می دهد و او بهای داروها را پرداخت می کند. اما داروساز به او پیشنهاد می کند که به دکتر عمومی مراجعه کند. رامز به دکتر عمومی زنگ می زند و وقت ویزیت می گیرد. هنگامی که دکتر او را ویزیت می کند، به او می گوید که گلویش چرک کرده است. دکتر عمومی به او نسخه می دهد که او برود و داروی آنتیبیوتیک را بخرد. اما به خاطر داشته باشید خیلی مواقع دکتر دارو توصیه نمی کند، که این هم نوعی توانبخشی است. او به داروخانه می رود تا آنتیبیوتیک بخرد. او نسخه را به دکتر داروساز می دهد و منتظر می ماند تا نسخهش پیچیده شود.
بعد از کمی انتظار دکتر داروساز به او می گوید که چقدر و چه مواقعی چند تا از داروها را در روز مصرف کند. رامز بهای داروها را می پردازد. او کارت بیمه دارد و داروها با کارت بیمه خیلی ارزانتر می شوند. بعد از مصرف همه آنتیبیوتیک ها او حالش خیلی بهتر می شود. نسخه کاغذی است با اسم و مشخصات شما و نام داروها که به وسیله دکتر تجویز می شود. شما باید برای بیشتر داروها وجه بپردازید. اگر کارت بیمه داشته باشید ارزانتر می شود. نسخه نوشته شده برای شما فقط جهت استفاده شخص شماست. به هیچ کس دیگری داروی خودتان را تجویز نکنید. داروهای کهنه را دور بریزید. شما بعضی مواقع داروهایی را با اسم و مشخصات مختلف می خرید. دکتر داروساز در مورد آنها به شما می گوید. همیشه داروها را دور از دسترس بچه ها نگه دارید. شما می توانید در مورد داروهایتان با دکتر داروساز مشورت کنید. اگر شما در مورد داروهایتان و یا عوارض جانبی آنها سوالی دارید، می توانید از دکتر داروساز و یا دکتر عمومی و یا پرستار بهداشت و درمان سوال کنید. اگر سوالی دارید و یا کمکی در مورد سلامتی خود می‌خواهید بدانید، با مرکز درمان و خدمات درمانی تماس حاصل نمایید. برای مواقع ضروری با شماره تلفن 30 تماس حاصل نمایید. اگر مترجم می‌خواهید، تقاضای مترجم کنید.